سلام شاگردای عزیز امید که شما هم ایتان من باشین درس روز گذشته را خوانده باشین کار خانگی مربوطش انجام داده باشین و آماده به درس جدید باشین همیشه از دست در درس جدید که میرین شما با خود قلم کتاب کتابچه و با خود داشته باشین تا نکات مهمی که در درس می شما او را یادداشت کنید درس روز گذشته را حتما شما به یاد دارین که خلاصه فصل ششم و راهنمود تمرین فصل ششم بود که در درس گذاشتم ما تمام موضوع را فشرده برای شما تشریح کردم از خطوط گرفته تا چاردولی ها تا خطرهای های چاردولی ها در پیش رهنمود سوالات بود که پنج نوه سوالات بود در پنج نوه برای شما یک مثال حل کرد حال درس جدید ما شما تخیب میکنیم ببینین درس جدید ما شما موضوعش چیست؟ موضوعش روش های جمعوری اطلاعات است یعنی عزیزا از این معلوم میشه که ما شما فصل با اختتام رساندیم ختمش کردیم و آل وارد فصل جدید یعنی فصل هفتم میشیم فصل هفتم موضوعش احصایی است یا استاتستیک است که بسیار یک فصل دلچسب است بسیار فصل جالب است و این فصل بر شما کمک میکنه که بسیار موضوعات حاد اجتماعی را شما چی کنین فرا بگیرید خب این موضوع روش های جمعوری اطلاعات صفحه 187 و 188 کتاب درسی شماست اهدافی که ما شما در اینجا داریم سه هدف داریم یک روش های جمعوری اطلاعات شما باید بفهمید که چند نوع روش وجود دارد که ما اطلاعات جمعوری میکنیم شیوه های جمعوری اطلاعات را با مثال های محیطی شما چی بکار به کار ببرین و همچنان اهمیت جمعوری اطلاعات چی شما درک کنید بسیار ساده و بسیار دلچسب است در اول اول بر شما یک تصویر نشان میتونم و شعار احسایی یک نوشته است شما ببینید که چه برداشت کرده در این تصویر نوشته از احسایه روشنگر اطلاعات اطراف ما می باشد. شما در این تصویر ایزا چی را می بینین؟, می بینین؟ یک جورنالیست است از نفرایی که در یک از ها چی داره سوال و پرسان داره یعنی روشنگر اطلاعات اطراف می باشد به با این معنی که احسایه اطوری اگل می که برای ما شما تمام مسائل اجتماعی را برای ما شما چی میکنه؟ روشنی می بخشه. یعنی چه معنی؟ ما شما از اخبار روز از اخبار داخلی و خارجی اطلاع حاصل میکنیم از نفوس مملکت خود با خبر میشیم کمی وظیفه سایه است میفهمیم چقدر باسواد داریم چقدر بیسواد داریم در معارف ما چقدر مکتب وجود دارد چقدر شاگرداز چقدر معلمین داریم و همچ مسائل ها. تمامش ها همی علم سایه بر شما چی میکنه روشن میسازد حالا باید تعریف کنیم ببینید در تعریف چه قسم باید تعریف کنیم را؟ تعریف علم احسایه ببینید احسایه از روش های جمعوری تنظیم تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعات روزمره که همه با آن سر دارند بحث می این از تعریفش معلوم میشه که بسیار یک علم دلچسب است به نظر شما آیا ما یک اداره به نام داریم بله عزیزا شما میفهمید از شما تذکره میگیرین همه مردم از این ما شما میرن برای گرفتن تذکره پس یک اداره داریم به نام اداره مرکزی احسایه که یک تعمیر بسیار مجلل و قشنگ داره و کارمندای دی بسیار مدبرانه همیشه در خدمت هموطنان قرار دارن که یکی از کارمندهایش خدمت شما منشان میتونید ببینین این خانم دختر رو ببینین در پشت کمپیوتر ششتا و اطلاعات جمعوری میکنه از هموطنان ما شما و بعد در اجراعاتش میپردازه خب آره یک سوال انگیزشی دیگر از شما پرسان میکنه بینید روش های جمعوری اطلاعات که عنوان درس ما شما بود بر شما گفتم در این تخته این تصویر نشان میده که این شاگرد ما شما فوتبال میکنه در اینجا گفته سوال ببینیم بسیار دقت کنید. مدیر مکتب شما میخواهد یک برنامه تفریحی را برای شما تهیه کند اگر شما به جای مدیر مکتب باشید چه اطلاعاتی را باید کسب کنید خب ببینین اگر شما مدیر مکتب باشین چی میتونید یک برنامه را شما سازمان بدین طبعا شما میبینین که اول برنامه چه نام داشته باشه آیا برنامه تفریح سپورتی باشه آیا مسابقه شیرخانی باشه یا آیا مسابقه قصه گفتن باشه چه شکل باشه اول را شما تثبیت میکنین بعد در صنفتان میرین این معلومات میکنین که چند نفر اونجا والیبالر است چند نفر فوتبالر است چند نفر در قصه سهم میگیره آیا بعد از ختم درس بوده میتونن نمیتونن آیا یا بعد در روزای رخصتی آمده میتونن و نمیتونن هم که دات شما باید بدست برین تا یک برنامه تفریر شما چی کنید برنامه ریزی بکنید خب آلا به به خاطر از اینکه در عمق موضوع داخل شویم یک فعالیت ما شما شریکن کار میکنیم میبینید در این فعالیت ماده و ماده پیش میریم مدیر مکتب از شما خواسته است که اطلاعاتی از همسنفی خود جمع آوری کنید و در اختیار رو قرار دهید تا بتواند یک برنامه تفریح برای شما تهیه کند که در سوال پیشتر برای شما تفصیل دادم حال ببینید ما دوار پیش میریم یک از پنج نفر از همسنفی خود سوالات زیرا بپرسید پنج نفر هم تان انتخاب کنین این سوال را ازش بکنین ببینین چه نوع ورزشی را دوست دارید خب شما می‌فهمین ورزش زیاد است فوتبال است والیبال است بایسکل رانی هر نوع سپورتی که است شما گفته فقط بگین که ورزش ها دارید؟ یکی نظر این ورزش ها یک انتخاب کنند. چند ساعت در هفته می خواهید ورزش کنید؟ آیا سه روز؟ آیا چهار روز؟ یا تمام هفته؟ آیا حاضر هستید در روز رخصتی برای ورزش کردن به مکتب بیایید؟ این سوال ها را شما پرسان ببینید چقدر دلچسب است، بسیار جالب است خب آره ببینید سوال دومش چه فکر می کنید؟ اطلاعات بهتر است که با پرسیدن شفاهی از همسیمشای خود و دست آورید یا سوالات را برای آنها بنویسید و آنها پاسخ بگویند چه نوبت لاره یعنی اون تو شفای پرسان میکنین یا یکی در یک کاغذ براتون نوشته میکنین کدام از شما بهتر میدانین بله از بسیار خوب یعنی کاتب بهتر از شفای است به خاطری که در کاتب وقتی تاری تری نوشته میکنه برای موضوع خوب فکر میکنه و دیگه ای که در شفایی بعد از خود تصفیش پیش از یاد آدم میره در حالی که دیگه نوشته میشه و هیچ وقت یاد دادم نمیره و یک سند از خب دیگه مادش پرسیدن شفاهی یا پرسیدن کاتب چه فرقی میکنن پیشتر گفتم برای شما ولی خب میخواهید بفهمید که کدام همسنفی شما بازی والیبال را بلد است حال سوال کرده آیا از او میپرسید آیا ترجیح میدید که بازی او را تماشا کنید یعنی اگر شما بفهمید که والیبال است بتر مثال پنج نفر همسنفی شما کلگی میگه ما والیبال را بلد هستم و این مهارت را یاد دارم تو والیبال کنم شما فقط امیر اکتفا میکنید یا گفته کنی بازی او را تماشا میکنید ولی ایزا خب بسیار خوب یعنی ما با گفتنش امسن فی خود اتقا نمی کنیم شاید تو همه طور بگویه اما اگر ما متعقن شدیم که واقعا این بازی والی بالا یاد داره باید چی کنیم؟ او را تماشا کنیم ببینیم وقتی که تماشا کردیم مهارت هایی که به کار میبره میفهمیم که والی بالا راست یا خیر خب به ادامهش دو روش بالا چه فرقی با هم دارن؟ کدام یک بهتر است؟ براتون تشریح کردم ولی گفتم که یعنی مشاهده بهتر است از شفاهی پرسان کنیم برای انتخاب تیم باسکتبال خد همسینفه خود را اندازه بگیرید آیا روش دیگری برای پیدا کردن اندازه خد آنها وجود دارد؟ ببینید شما میفهمید که ورزش باسکتبال تو ورزش است که کسایی که خد بلند است از او استفاده میشه به خاطر توپ وقتی که مندازه هر قدر خدش بلند باشه با اون اندازه میتونه به سهولت توپ گل بکنه از او خاطر قد و اندام معین بکار است پس گفته آیا وقتی که قد از تا اندازه کدام روش دیگه وجود داره؟ نخیلی دیگه چه روش وجود داره حتما ما شما خطکش میگیریم و یا به مثال فیتر رو میگیریم اندازه میکنیم خدشان تا بفامید در آخر گفته داد خود در یک ورق بنسید و معلم بدهید یعنی می اوراق شما نوشته کنید و برای معلم خود بسپارید خب آل یک موضوع بسیار مهم در سایه وجود داره که رو به نام دیتا یاد میکنن که باید دیتا رو شما تعریف کنیم ببینیم دیتا چی است عزیزا بسیار تقاضا میکنم که مطلب دیتا را که ما برای شما نوشته کردیم خوب دقت کنین که همیشه از بعد مجموعه چند جمله را ما شما به نام دیتا باید میشه یاد میکنیم در درس های بعدی ببینین وقتی که شما میخواید معلومات را درباره یک موضوع کسب کنید طبیعی است که این معلومات شما توسط ارقام و اعداد ارائه می شود که این مجموع ارقام و اعداد را به چی یاد به نام دیتا یاد میکنن ببین شما بسکتبال ها را اندازه کردین نه قد از که کرد، اندازه کردین با چی نوشته میکنین تو مثال نوشته میکنین متر دو متر دو متر به مثال سی سانتی اینمی به ارقام و عدد نوشته میشه یا به طور مثال ما میگیم نفوس ما بیشتر از 34 میلیون است پس به عدد نوشته میشه اگر صادرات وطن ما را ببینیم چه مقدار است چند قلم است کل از اینا به ارقام و سر سرکار داره اینمی ارقام و اعداد اگه ما شما معلومات میکنیم اینمی رو در این مثال به نام چی میکنن به نام دیتا یاد میکنن خب عالمی روش که ما شما گفتیم روش های جمع اطلاعات هست. تو یک قسمت که اومدیم ما شما چیز درک کردین یعنی چند رقم روش جمع اطلاعات وجود داره بسیار خوب بین همه برای شما در این از میگم نتیجه ازیره وقتی که برای جمع اطلاعات سوال میکنید سوال را می توان به شکل شفاهی یا کتبی بپرسید برخی اوقات بهتر از سوال نکنیم در این مورد به مشاهده ی آن بپردازیم تا اطلاعات بهتر بدستاریم و بعضی اوقات باید آزمایشی را انجام داد تا اطلاعات را جمع آوری نماییم یعنی ببینید به شکل شفاهی یا کتبی و همچنان در شکل چی؟ مشاهده و در شکل آزمایش ما شما میتونیم اطلاعات را چی بکنیم؟ جمع کنیم ایر همیشه به خاطر خود باری. آن یک مثال هم بر شما کار میکنه ببینید ایزا در مثال ببینید مثال در این مثال شما مطلب خوب سعی و کرده میتونین مثال چهار سوال است ببینیم در اینجا سوال اول اگر بخواهیم در یک خانواده را بدانیم از چه روشی بهتر است اطلاعات را جمع آوری نماییم یا از اطلاعاتی که قبل ثبت شده استفاده نماییم ببینید میخواین شما از یک همسنفیتان یا معلم میخواه شاگردهای خود پرسان کنه که درامت خانوادهشان چقدر است مثلا ده هزار از دوازده هزار افغانیز چه مقدار است حالا در اینجا شما به نظرتان کدام روش هست؟ ها؟ روش هایی که پیشتر بر شما گفتم کدام یک استفاده کنید؟ اگر ما از اینا پرسان کنیم که شفایی در روی سنف که چقدر از بعضی شاید چه داشته باشند اقتصادشان ضعیب باشه و پیش هم سنفی خود نگویند از اون خاطر حقیقت بر شما چی نمیکنه نمیگوین پس باید به چه علاج است یعنی چی باید کنیم پس صورت از چی کنین ورق تحریری باید نوشته کنه معلم صاحب محترم که نامش شاگرد نوشته نکنه بگه اسم تا نوشته نکنین ولی که درامت خانیتان، تانه که چه مقدار است وقتی که نام نباشه شاگرد بسیار با جرعت بالای ورق کاغذ نوشته میکنه دومش مطلب را گرفت این ایزانی بسیار دقیق باشین چون مقدمه ایسایی است و تمام اصطلاحات و جملات که ما برای شما خدمت شما پیشکش میکنم بسیار دقت کنیم خب دوم اگر بخوایم نمره ریاضی شاگردان از ششم را بررسی نماییم از چه روشی بهتر است داد و نماییم ببینید اگر ما شاگردان را بگیم که در مثال بگیم که منیجر جان شما در ریاضی چند نمره گرفتین خب منیجر جان در پیش نیستم خاطر نمره کم گرفته باشه گفتن نمیتونه بنان کدام روش باید ما به با کار رو نصار خود یعنی ما برم در اساس در اداره داود نمارات چون جمع از اوجا باید بگیرم از اوجا اطلاعات را باید کسب کنم و بعد است بیارم سه اگر بخوایم تعداد خواهران و برادران و شاگردان را بدانیم از چه روش اطلاعات را جمع آوری میکنیم اینجا ساده است اینجا وقتی که از هم سنفی یا معلم از شاگرده خود پرزنا کنه هم شفایی میشه بگه خواهر برادر خود و هم میتونه کدبی باشه چهارم، اگر بخوایم وزن نوزادان را بررسی کنیم هر چه روشی بهتر است تا را جمع نماییم خب نوزاد دارم اوشما وقتی که کنیم کدام روشه با کار بریم طبعا در ترازو نشان شام میکنیم میبینیم که چند کیلو است چهار کیلو پنج کیلو هفت کیلو چه مقدار بسیار خوب این بود مثال و این جهلش ما برای شما گفتم دیگه اینا بازم در هرش برای شما میگم ببینید حل در مثال اول هرگاه درآمد کم باشد ممکن است شاگردان خوش نداشته باشند که معلومات دهند پس بهتر است بدون نام از آنها بپرسید که گفتم در ورق نامشان نباشه و به تحریری نوشته کنند در مثال دو ممکن است شاگردان نمره واقعی خود را نگویند بهتر است از دفاتر ثبت استفاده کنیم در مثال سه می توانیم از پرسش شفاهی یا کتبی استفاده کنیم و در مثال چهار باید وزن نوزادان را اندازه کنیم ببین از این تایمی قسمت که بر شما آمدم اینمی در درس امروز ما بود خلاصه مطلب برای شما میگم ببینید ما شما امروز گفتیم که اول دیتا را تعریف کردیم گفتیم که دیتا وقتی که ما شما اطلاعات را جمع میکنیم توسط ارقام و اعداد نوشته میکنیم که این مجموعه ارقام و اعداد به نام چی میکنن به نام دیتا یاد میکنن و همچنین ما شما گفتیم که روش دریافت اطلاعات به چند نوع شفاهی کتبی و همچنان به شکل آزمایش و مشاهده به ترتیب ما شما اینا را اطلاعات میکنیم نگاه او شما گفتیم که احسایی یک علم بسیار جالب است که این علم با ما میکنه که از تمام مسائل جامعه چی باشیم؟ آگاه باشیم این بود درس امروز ما و شما و یک کار خانگی رو برای شما البته من پیشکش میکنم این کار خانگی شما صفحه 188 کتاب درسی است و دارای چهار سوال است بسیار ساده است شما ای را حل میکنید و درس بعدی ما و شما کدام مسئله هستند درس بعدی ما و شما جامعه و نمونه است از این درس جالب تر درس جامعه و نمونه را یک مرتبه شما مرور کنین و تا که ما حاضر میشم با او درس خدمت شما و درس پیشکش میکنم شما را به پاک مسپارم از توجهتان تشکر